سلام خدمت دانش آموزای عزیز و گلم در سراسر کشور. امروز در خدمتتون هستم با یک مبحث از قسمت سخت مثلثات به نام دوره تناوب، قسمتی که اکثر بچه‌ها طبق آمار سازمان سنجش در کنکور پاسخ نمیدن و پای ثابت همه کنکورهای سالهای اخیر بوده. خب اگر با مستاق و روش و عرضم به خدمت شما نوع تألیف تستای کنکور آشنا باشید، میدونید که این قسمت یه قسمت مهمی برای طراح هست و همیشه ازش سوال میاد. با روش هایی که دیگران به آموزش میدن قطعا یه قسمت سختی هست. امروز میخوام به سبک و سیاق بلغاک و با متد بلغاک بهت دوره تناوب بگم. بعد از اینکه این تدریس ما تو این قسمت تمام شه، به راحتی قادر خواهی بود تمام سوالات این قسمت رو پاسخ بدی. بریم ببینیم به روش بلغاک چجوری ما میتونیم دوره تناوب رو بزنیم، بتره کنیم، پودرش کنیم و از روش رد شیم. ببینید بچه ها، اصلا تابع اول از همه، تابع متناوب یعنی چی؟ تابعی که در فواصل معین تکرار شود متناوب است. هر تابعی که بچه ها در یه فاصله تکرار شه بهش میگیم تابع متناوب. مثل چی؟ مثل ایگرگ مساوی سینوس ایکس. نگاه کنید نمودارش رو عزیزان. این یه صفر و دو پی سینوس بین یک و منهای یک هست و تو یک تناوب تکرار میشه. خب چرا این متناوبه؟ چون اگر من فاصله بعدی سینوس رو بخوام رسم کنم دوباره همین تکرار میشه، و اگر یک بار دیگه بخوام من دوباره سینوس رو رسم کنم، یعنی ادامه بدم، دوباره همین صفر تا دو پی تا بی نهایت تکرار میشه. برای همین بهش میگن تابع متناوب. خب حالا بچه ها یک تابع متناوب رو پس ما شناختیم. هر تابعی که در یک فاصله هی تکرار شه، یعنی دامنش تا آر هم که باشه، شما همون شکل رو میکشی، دوباره بخوای ادامه بدی باز باید همونو بکشی، دوباره بخوای ادامه باز باید همونو بکشی. این میشه تابع متناوب. حالا اون فاصله‌ای که این تکرار میشه، ببین دو پی دو پیه، از این دو پی تا چهار پی دوباره فاصله دو پیه، از این چهار پی تا شیش پی باز فاصله دو پیه. اینو بهش میگن دوره تناوب که با تی بزرگ نشون میده. پس ما الان رو شکل متوجه شدیم که دوره تناوب سینوس دو پیه، یعنی دو پی دو پی تکرار میشه، دو پی دو پی تکرار میشه. خب دوره تناوب کوسینوس هم همینه عزیزان. نگاه بفرمایید شکل کوسینوس رو ببین، این یه بار تا دو پی، دوباره که بخوای ادامه بدی همین رو دوباره میکشی تا دو پی، اینم بین یک و منهای یک. پس فاصله تکرار رو ما بهش میگیم دوره تناوب، که برای سینوس و کوسینوس دو پی هستش. خیلی حالا ما چی باید بلد باشیم تا تستای این قسمت رو بتونیم به راحتی بزنیم؟ دقت کن تا بهت بگم بتونی به راحتی تستای این قسمت رو پاسخ بدی. ما چند تا چیز باید بلد باشیم. همین چند تا چیز رو که بلد باشیم به راحتی میتونیم تستای این قسمت رو پاسخ بدیم. پس دوره تناوب سینوس و کوسینوس فهمیدیم رو نمودار دو پی هستش. حالا میخوایم ببینیم اگه بستش بده چه اتفاقی براش میفته. نگاه کنید بچه ها عزیزای من، دوره تناوب سینوس و کوسینوس با توان فرق دو پی به روی قدر مطلق آه. اینو باید بلد بشی. هر چی قبل ایکسه، ببین الان قبل ایکس چیه، ما اینجوری میگیم
میگیم آقا سینوس و کوسینوس دور تناوبش دو پی به روی هر چی قبل ایکسه، اگر توانش فرد باشد. قبل ایکس چی رو داری؟ آ رو داری، دو پی به روی قدر مطلق آ. و اگر بچه ها توان زوج بشه دور تناوب نصف میشه. کلن این نکته یاد باشه، توان زوج و قدر مطلق دور تناوب رو نصف میکنن. چرا حالا؟ ببینید بچه ها، همون سینوسی که من اونجا کشیدم یه قوسش پایین بود، اگه من بخوام سینوس دو رو بکشم باید این قوس پایین رو بیارم بالا، پس شکل سینوس این شکلی میشه، اینجا دو پی میشه. این قوس پایین سینوس دو، سینوس اگر بین منفی یک و یکه بیا، سینوس دو بین صفر و یکه، نمیتونه منفی باشه که، پس باید بره قوس پایین میره بالا. حالا نگاه کن دیگه، سینوس پی تا پی تا تکرار میشه، دوباره یه قوس دیگه چهار پی. پس خیلی نکته مهمیه، اگر سینوس داخل قدر مطلق هم میرفت میگفت سینوس ایکس، بازم میشد پی به روی قدر مطلق آ. پس یادت باشه یه نکات بسیار ساده، یک دور تناوب سینوس کوسینوس دو پی، دو پی رو شکلش هم دو پی افس کردن نمیخواد دیگه، به هر چی قبل ایکسه. اگه توان زود شه دو پی باید نصف شه، میشه پی، دو پی نصفش میشه پی، پی به روی هر چی قبل از ایکسه، و تانژان کوتانژانت هم پی به روی هر چی قبل از ایکسه. پس بنابراین همش پی به روی هر چی قبل از ایکسه. ببین چه جوری یاد میگیرم، بجز سینوس کوسینوس با توان فرد که دو پی به روی هر چی قبل ایکس هستش. خب این دور تناوب سینوس و کوسینوس. حالا نگاه کن یه دقیقه به من، بیا اینجا، چیزایی که ما باید بلد باشیم تموم شد. دور تناوب با این سه تا نکته ای که میگم الان تمام میشه. یه تعریف اولیه کردم که بدونی اصلا چیه. حالا میخوام یه سری نکته بگم، بریم به سبک بلغاک حلش کنیم. بچه‌ها نگاه کنید، شما یه شکل سینوس رو باید بلد باشید. سینوس اینجا دو پی، سینوس توی فاصله من کشیدم، توی تناوب کشیدمش. نگاه کنید عزیزان، از مبدا میاد بالا، این شکل سینوسه، از مبدا خیلی مهمه ها، میاد بالا، ما این شکل رو میگیم شکل عین آدم. میخوایم بریم به سبک بلغاک حل کنیم. خب اگر بچه ها توی تستا به تو یه شکلی داد که ام مبدا میومد پایین گوی سینوسه، یه شکلی داد گوی سینوسه ولی ام مبدا میومد پایین، این شکل رو ما میگیم خر. خره دیگه، برعکس. خر نمیفهمه، برعکس کار میکنه. یه دقیقه به نکات من دقت کن. پس شکل سینوس اینه، اگر این شکل شبیه این شکل رو داد که ام مبدا میرفت بالا، سینوس هم بود میگیم این آدمه، حالا باش کار داریم. اما اگر ام مبدا بالا نمیرفت اومد پایین و گفت این سینوسه، ما میگیم این خره. کوسینوس هم همینطور، هر چهار تا شکل همینطور، این شکل کوسینوسه، ام مبدا کوسینوس میاد پایین، این میشه این آدم، این آدمه، رفتارش این آدمه، ام مبدا کوسینوس شکلش باید این باشه. اگر مثلا یه چیزی داد ام مبدا میرفت بالا این شکلی، گفت این کوسینوسه، این خره. چرا؟ چون میگم آقا کوسینوس باید بیاد پایین، اگه رفت بالا خره. پس فعلا ریاضی به سبک بلغاک چی به در یاد میده؟ شکل عین آدم. اگر عین آدم نبود یعنی سینوس باید هم مبدا بره بالا، کوسینوس هم مبدا بیاد پایین، اگر برعکس بود خره. تانژان کوتانژانت هم عین همینه بچه، عین همینه. نگاه کن عزیزم، عین هم تانژانت بین هر پی دوم و منفی پی دومی شکلش، نمودارش هم لوره، همتون میدونید این شکلیه. بفرما، اینه ایکس سه لور.
بعد تو این فاصله تکرار میشه دیگه، یعنی اگه بخواد باز تکرار شه بعدیش اینجوریه تا سپی دوم این شکلاش دوباره این شکلیه. بچه ها این عین آدمه، یعنی باید سعودی باشه، از چپ میره بالا، سعودی میگیم عین آدم. حالا دوباره آقا یه شکل به من میده اینوری، میگه این تانژانت بوده، مثلا شما میگی این خره، حالا تانژانت AX بوده، تانژانت BX بوده، 5 تا تانژانت فلان بوده، A تا تانژانت BX بوده، هرچی. چون از مبدأ، چون الان این سعودیه و اون نزولیه، اون خره، این آدمه. اول باید اینا رو بفهمیم، بعد حالا بریم حل کنیم. میگی چقدر آسونه آقا، نگاه کن. ببین این شکل عین آدم کوتانژانت، یعنی باید نزولی باشه. حالا بچه ها میاد مثلا میگه این شکل، نگاه کن یه دقیقه به من، آ تا کوتانژانت به ایکسه به فرض، بعد به جایی که اینو نزولی بکشه میاد مثلا اینو اینجوری میکشه، این خره. پس اولین نکته‌ای که باید بلد باشیم، خر چیه، عین آدم چیه. هر شکلی که مثل استاندارد شکلی که باید باشه باشه رو ما میگیم عین آدم، هر شکلی که برعکسش باشه میگیم خر. این نکته اول. حالا نگاه کن بچه ها، نکته دو چی میگه؟ نکته دوی بلغاک چی میگه؟ آقا رو نمودارا، روی نمودارها بچه ها، یه دونه تپه و یه دره. ببین تپه دره، اینو ما میگیم تپه، اینو میگیم دره. دره دیگه گوده، این تپهش بالاست. یه تپه یه دره، فاصله اول تا آخرش یه دوره تناوبه. یعنی هر جا رو نمودار من یه تپه یه دره دیدم، اولش مثلا اینجا رو گذاشته دو پی، این اولو گذاشته صفر، میام میگم دو پی منهای صفر دو پی، دور تناوبش دو پی، به همین سادگی. یا یه دره تپه، یه دره تپه هم همینه، دره تپه، یه دره تپه هم اول آخرش مثلا اینجا رو گذاشته پی، اینجا رو گذاشته سه پی دوم مثلا، میام میگم سه پی دوم منهای پی دوم، منهای پی ببخشید، یه دوره تناوبه، یعنی پی دوم. پس یه تپه یه دره اول آخرش کم کنی یه دوره تناوبه، یه دره یه تپه هم اول آخرش کم کنی یک دوره تناوبه. حالا نگاه کن این نکته بعدی بچه ها، رو نمودارها یه تپه یا یه دره هم دیدی یه دوره تناوبه، یعنی نمیخواد حتما تپه دره باشه. اگه تپه دره بود خب یه دوره تناوبه، یه تپه یه دره هم اول آخرش یه دوره تناوبه. مثلا اگه اینجا بده پی دو پی، اینجا بده پی، الان دوره تناوب میشه دو پی منهای پی پی، اینجا هم همینطور، هیچ فرقی نداره، ابتدا و انتهاشو با هم کم کنی این مسافت میشه یه دوره تناوبه. پس یه دوره تناوب رو نمودارا یا یه تپه است، یا یه دره است، یا یه تپه دره است، یا یه دره تپه، که حالا روی تستا الان توضیح میدم چیه، خیلی هم آسونه. این نکته بعد. نکته آخر و بعد بریم دیگه ببینیم چی گفتیم و همه تستا با همین موارد ساده ببینیم چه جوری حل میکنم. نکته آخر، ماکسیمم چه سینوس، چه کوسینوس یک، و مینیموم سینوس و کوسینوس منفی یک. همتون میدونید دیگه، بیشترین مقدار سینوس کوسینوس رو نمودارش یکه و کمترین مقدارش منفی یکه. حالا با اینا کار داریم و میگم چی کار داریم. خیلی خب، حالا بریم سراغ خارج از کشور 96. حالا ما هم یکم برای تست بزنم ببندیمش ببینی چقدر آسونه. آقا من نه چیز حفظ کردنی بهت گفتم، رو نمودار خودت میدونی سینوس کوسینوس دو پیه، دو پی به روی قدر مطلق آ میشه دوره تناوبش،
بقیه هم همه توانش زود چه بره داخل قدر مطلق میشه پی به روی قدر مطلق. همش دو پی به قدر مطلق پی به روی قدر. یه تپه یه دره یه دور تناوب، یه دره یه تپه یه دور تناوبه. گفتم شکل سینوس از مبدا میره بالا، برعکسش باشه خره بره بالا این آدمه. کوسینوس میاد پایین، میاد پایین این آدمش بره بالا خره. همین تانژانت و تانژانت، تانژانت سعودی نزولی بده، تانژانت تو خره سعودیشو بده این آدمه، و کوتانژانت نزولیه، اگر نزولی بده این آدم سعودی بده خره. این کل مطالب بود که گفتم. ماکزیموم سینوس کوسینوس هم یکه. حالا نگاه کن، میخوایم این سوال رو با هم حل کنیم، ببینید شما فقط چجوری میتونید با سبک بلغار. به ما مثلثات گفتیم بدون فرمول، معادله گفتیم بدون فرمول، الان در این دور تناوب میگیم بدون هیچ فرمول و سعودی نزولی بودن و مشتق و همه اینایی که بقیه میگن. حالا نگاه کن به من بچه ها، من اول از همه میام اینجا، دقت کن ببین چقدر آسون با هم حل میکنیم. میام اینجا میگم یه دره یه تپه، بلغاک گفت یه دره یه تپه ابتدا و انتهاشو از هم کم کنی یه دوره تناوبه، پس تی میشه دو پی سوم، اون ورش هم که صفر دیگه دو پی سوم، این دوره تناوب. به همین راحتی تمام شد. بلغاک گفت دوره تناوب سینوس با توان فرد دو پی به روی قدر مطلق هر چی قبل ایکسه، نگاه کن ام قبل ایکسه، بفهم دو پی با دو پی میره، قدر مطلق ام سه باشه، ام مثبت و منفی سه هستش. حالا اینجا یه نکته بسیار باحال داری. حالا اونا رو گفتم برای اینجا، اونا رو گفتم که اینجا همه چی رو حذف کنم، سعودی نزولی مشتق فلان هزار تا فرمولایی که بهتون میگن و میتونی بری ببینی تو کتابای مختلف با دو تا لفظ ساده. میایم رو شک. شک بچه ها تو خونه الان باید داد بزنی این آدمه یا خره، این آدمه یا خره. آقا این سینوسه، این اومده پایین، سینوس باید میرفت بالا، خره. خب آقا چرا؟ مثلا ما فهمیدیم خره، میخوایم به کجا برسیم؟ میخوایم به یه جای قشنگی برسیم. بچه ها خر همیشه برعکس عمل میکنه، اینو یادت باشه. ببینید بچه ها، اگر میخوام نکته برات بنویسم، اگر در آتا سینوس به ایکس، این دیگه آخری مطلبیه که باید یاد بگیری، خیلی ساده، اگر در آتا سینوس به ایکس شکل خر باشد، حتما باید یا آ منفی باشد و بی مثبت، یا بی منفی و آ مثبت. وقتی شکل خره بین بچه ها ضریب بیرون و داخلش یکی مثبت یکی منفی. آقا اگه شک آدم بود چی؟ هر دو مثبت یا هر دو منفی. وقتی شما این نکته بلغاک رو بلدی، یه دقیقه نگاه کن چشتو میبندی، فقط نگاه کن. من نمیدونم الان سه درسته یا منفی سه، سه درسته یا منفی سه. میام میگم خب بلغاک اینو که فهمیدم، تا اینجا که آسون بود، یه تپه یه دره دور تناوب، دور تمام شد دو پی به هر چی قبل آه، دو پی ها رفت، قدر مطلق ام سه یا سه یا منفی، حالا کدوم؟ نگاه میکنم میگم آقا شک خره، ضریب بیرون منفیه، پس ام مثبته، تموم شد. نه سعودی نزولی لازم داره نه چی، تموم شد، چه جواب در آورد. پس این هست یک منهای سینوس سه، سه تا هفت بی ششم میخواد، هفت بی دوم. خب دایره معروف بلغاک که بهتون گفته بودم پی سه، ببینید چی گفته بودم بهت، یک سه پنج هفت نه، دوباره میشه یازده، همینجوری ادامه داره. خب بالایی ها سینوس یکه، پایینی ها سینوس منفی یکه. الان هفت فی دوم کجاست؟ این پایینه، یعنی منفی یکه،
یعنی یک منهای منهای یک دو تموم شد. خسته نباشی. خارج از کشور 96 با 4 تا لفظ ساده. بریم بعدی. بذار چند تا برات حل کنم ببین چه جوری حل می‌کنی. پس یه بار دیگه بچه‌ها توی سینوس اگر شیک خر باشه یا باید ضریب بیرونش منفی باشه توش مثبت، یکی این دوتا مختلف العلامه است. اگه این منفی این مثبت، اگه این الان مثبت بود اون منفی بود، اگه این آدم بود هر دو منفی یا هر دو مثبت بود فرقی نداره. خب وقتی این منفی بود اون تو هم باید منفی میشد اگه این آدم بود. نکته دو کوسینوس چی؟ کوسینوس هم همینه تقریبا، اما فرقش اینه که این ام هم میتونه مثبت باشه هم منفی. یعنی اگه این کوسینوس بود، چون کوسینوس منفی خاره منفی رو میخوره اینقدر دیگه تلاش نمیکردم، میگفتم مثبت منفی 3 رو میذاشتم، فرقی دیگه نداشت. خب بریم یه لحظه اجازه بدید چند تا سوال باید حل شه تا یاد بگیری. اینجا رو نگاه کن، خارج از کشور 93 نگاه کن بزنم برای یه تعداد تسل کنم کیف کنی. نگاه کن آقا گفته شکل روبرو قسمتی از نمودار این است، آی به علاوه بی کدام است؟ نگاه کن یه دقیقه من نگاه کن. بلغاک گفت یه تپه یه دره یه دوره تناب تی شیشه. بلغاک گفت شیش چیه؟ دو پی به روی هر چی قبل از ایکس. قبل ایکس چیه؟ بی پی. هر چی قبل ایکس، ببین آ قبل ایکس بی پی، هر چی قبل ایکس، قبل ایکس بی، قبل ایکس بذاره فرغون میشه دو پی به روی فرغون. بگه سینوس، بگه سینوس کلنگ در ایکس، این میشه هر چی قبل ایکس. خب حالا پی با پی میره، نگاه کن 6 تا قدر مطلق بی دوه، قدر مطلق بی دو ششم یا یک سومه؟ این حالا میام ببینم یک سوم درسته، منفی یک سوم درسته و چیه داستان. بعد مرحله بعدی باید بیام سراغ این. حالا نگاه کن الان یواش یواش همه رو یاد بگیر. از مبدأ میریم بالا، تو خونه داد بزن سینوسه خره یا آدمه؟ خره یا آفرین آدمه، عین آدم، عین آدم، همه چیشم عین آدمه. بچه ها وقتی عین آدم بود نگاه کنید شما به من، الان شما ماکزیموم تابت 2، یعنی وقتی عین آدمه شما سینوس و کوسینوس رو به جاش 1 بذاری ماگز عبارت رو میگیری. وقتی این آدمه مینیموم سینوس کوسینوس بذاری که منفی 1 مین عبارت رو میگیری. مشخص هم هست دیگه این آدمه. حالا گوش کن آقا، این اگه خر باشه من چی کار باید بکنم؟ برعکسه، گفتم تو خر برعکسه، یعنی شما سینوس و کوسینوس رو به جاش 1 میذاری اما مین عبارت رو میگیری. همین، فقط همینا رو باید بلد باشی. پس اگر این آدم بود که الان این آدمه، من الان میگم آقا ماکزیموم سینوس چنده؟ 1 بوده. پس اگه من به جای سینوس 1 گذاشتم آ شده چند؟ ماکزیموم عبارت چنده؟ 2ه. یعنی آ 2 بوده دیگه، 2 تا 1 بوده که شده 2 ماکزیموم عبارت دیگه، پس این آ 2. حالا آقا شک عین آدمه، این دوتا باید هم علامت باشن، پس اگه آ 2ه بیام حتما مثبت، هر دو هم علامت هم. پس 2 به علاوه 1/3 6/3 1/3 نه سعودی میخواد نه نزولی میخواد نه خیلی معادلات پیچیده‌ای داره، خیلی راحت، خیلی راحت. یکی دیگه، پس یه بار دیگه دقت کن بچه ها، کل مطالبی که باید بلد باشی، یه تپه یه دره دوره تناوبه، یه تپه خالی یا یه دره خالی هم یه دوره تناوبه. دوره تناوب با توان فرد سینوس میشه دو پی بروی فلان، بره داخل قدر متر توانش زوج میشه پی بروی چیزی، تانژان کوتانژانت هم پی بروی چیزی. شک یا عین آدمه یا خره. اگر سینوس باشه مبدا بره بالا عین آدمه، کوسینوس از مبدا بیاد پایین عین آدمه،
تانژان سعودیش این آدمه که تانژان نزولیش. برعکس اینا باشه یعنی سینوس بیاد پایین بگه سینوس خره، بره بالا بگه کوسینوس خره، نزولی باشه بشه تانژانت خره، سعودی باشه بگه تانژانت خره. شکل خر با این آدم چه فرقی داره؟ اگر شکل این آدم نباشد من میدونم که حتما آ و بی مختلف العلامه. تو کوسینوس هم همینه، آ و بیش باز مختلف العلامه، درستش همینه. خب حالا دقت کن. خب و این که میدونم، پس الان من همون اول که دیدم این شکل این آدمه گفتم آ و بی هم علامتن، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفی. برای اینکه آ و بی رو در بیاری دقت کن، این مطلب اینو دقت کن، ماکسیموم عبارت من دو، این ماکسیموم ها رو نمودار مشخصه. کی دو شده؟ خب سینوس ماکسیمومش یکه، شما یک میذاری در آ چون عین آدمه باید دو بگیری دیگه، چون ماکسیموم عبارت دو هسته. یا حالا منفی، مثلا اگه اینجا هم میداد منفی دو فرقی نداره، شما میذاری منفی دو باید مینیموم میگرفتی، یعنی به جای منفی یک میذاشتی منهای آ باید منفی دو بده. در هر صورت فرقی نداشت. این کل مطالب دوره تناوبی که الان یه چند تا تست دیگه هم حل کنم، قشنگ یه مبحث بسیار سخت برای جا میفته. اینجا رو ببین آقا، این دفعه یه دره دارم، بلغا چی گفت؟ گفت یه دره خالی هم یه دوره تناوبه، یعنی 4π دوره تناوبش. یه دره است، فاصله اول تا آخر دره 4π، 4π دوره تناوب. 4π یعنی چی؟ یعنی 2π به هر چی قبل از x. بفهم، هر چی قبل از m، هیچ فرمولی هم بلد نیست. آقا این دوتا رو بزنی یه 2 میمونه، دوتا m1، قدر مطلق m1/2. حالا نگاه کن آقا، 1/2 یا منفی 1/2 بچه ها فرقی نداره، اینجا کوسینوسه، منفی رو میخوره، تو چه 1/2 بذاری چه منفی 1/2 بذاری خورده رفته، و چون یه مجهولم بیشتر نداره برای من فرقی نداره دیگه، میگم هر جفتش درسته. 16π3 حساب کنم، 1 به علاوه 2 تا کوسینوس 16π3 در 1/2 ضرب شه میشه 8π3. آقا چجوری؟ بعضی میگن چجوری؟ آقا چجوری نداره که، این نگاه کن، این امه میاد اینجا میشه 1/2 دیگه، ایکسش هم اینه، این 1/2 دوه با این میره میشه 8π3. خب آقا اینا رو به ما یاد دادی؟ بله. چجوری یاد دادی؟ به روش بلغاک. روش بلغاک چی میگفت؟ میگفت آقا پدر خانواده π3، پدر خانواده که رو جدول شما مقدارشو داری چند؟ 1/2. حالا میخوای ببینی مثبتشه یا منفیش. بلغاک چی یادت داد؟ گفت اینو به صورت نزدیک کن، یه 3π بذار میشه 9، 3 × 9π3. بلغاک به شما چی گفت؟ گفت 3π اینجاست، 9π3 میشه 9π3، 8 ازش کمتره اینجاست. خب کوسینوس ناحیه دوم چیه؟ منفیه، پس این منفیه دوم. همه رو بهت گفتم، اما 1/2 منهای 1 منفیه 1/2 که گزینه 1 جواب میشه. به همین سادگی بیشتر مواردش هم که گفتم، اینو که با پدر فرزندی بهت گفتم، پدر خانواده π3، 8π3، اینو تو یه چیزی ضرب می‌کردی، در 3π ضرب کنم میشه 9π3. 9π3 3π، 8ش کجاست؟ اینجا. کوسینوس چیه؟ منفی، پس این منفیه دو. بریم بعدی. بریم یه دو سه تا بفهم. بعدی سراسری ریاضی 93. همیشه پای ثابت کنکور، حالا 99ش هم براتون حل میکنم، این یه دو سه تا دیگه حل کنم، میریم 99 هم حل میکنیم و تمام میشه. اینو نگاه کن، شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع فلان است. این حالا خیلی چیزا بهت میگه، مقدار یک در 25π3 که حالا برام مهم نیست، یه لحظه به من دقت کن. اول از همه بچه‌ها، من اینجا از 1 تا 5 فقط یه تپه دارم. بلغاک گفت همون تپه، یعنی فاصله 5 منهای 1، 5 منهای 1 که میشه 4 دوره تناوب. تمام شد. یک دوره تناوب. بلغاک گفت یه تپه، یه دره، یا یه دره یه تپه رو نمودار دیدی بزن یه دوره تناوب. خب
پس چهار یه دوره تناوبه. دوره تناوب این چی بود؟ دو پی هر چی قبل از ایکسه بی پی. پی با پی خداحافظ. چهار تا قدر مطلق بی بشه دو، بی میشه چقدر؟ دو چهارم یا یه دوم، یعنی یا یه دومش یا منفیش. خب چون سینوسه برام مهمه، بی مثبت یا منفی. حالا گوش کن شک بچه ها، تو خونه داد بزن ام مبدأ اومدین پایین، سینوسه، سینوس باید ام مبدأ میره بالا، پس شک چیه؟ خره. بلغاک گفت اگر خره بیرونش مثبته داخلش 5 ثانیه. خب آقا دیگه چی داریم؟ دیگه چی رو پیدا کنیم؟ بچه ها نگاه کن، تو صفر گفته 3، یعنی صفر توش بذاری میشه آ به علاوه سینوس صفر باید بشه 3. خودش گفته این که صفره، یعنی آ هم 3. حل شد رفعه کارش دیگه، یعنی این بوده 3 به علاوه سینوس منفی پی دوم، منفی یه دوم پی، منفی پی دوم که تو 25 سوم میخوادش، به جای ایکسش هم میشن 25 سوم، یعنی منفی 25 پی ششم. حالا باز نگاه کن، سینوس سوراخدار بود، یادته گفتیم سینوس منفی تتا تانژان یه سوراخی داره، این منفی رو میندازه بیرون میشه منفی سینوس تتا. سینوس تانژان کوتانژان سوراخ داره، یه سوراخ داشت منفی رو میورد بیرون. کوسینوس چی بود؟ اینجا بلوک بود، منفی نمیتونست بیاد بیرون، منفی رو میخورد، خودش گشنش بود، منفی رو میخورد، میشد کوسینوس تتا. خب پس این میشه 3 منهای منفیش اومد بیرون، سینوس 25 پی ششم. باز بریم سراغ روش بلغاک. نگاه کن اصلا روش بهت یاد دادم عالی. نگاه کن، پدر خانواده پی ششم، فرزندش 25 پی ششم. یه پدری داره که پی ششمه، پدر خانواده رو جدول مقدارش 1/2، فرزنده که 25 پی ششمه یا 1/2 یا منفی 1/2. از کجا بفهمم؟ آقا بلغاک گفت اینو در یه چیزی ضرب کن به صورت نزدیک شه، 6 4 تا میشه 24 تا، 6 4 تا این 4 پی، 6 4 تا 24 تا، یعنی اینجا اینجا 24 پی ششم داری، تو 25 تاشو میخوای نایه اول. سینوس چیه؟ مثبت. پس این با باباش برابر، همون 1/2. سه منهای دوم دو. اصلا یعنی با این روشی که من یاد دادم، نه فرمول که توی مثلثات نیاز داره، نه، فقط از این استفاده میکنیم، از این استفاده کنی راحت تستای دشوارم میزنی، هر چی تست بد بدن هرچ بیا یکی دیگه هفت، بعد هم میخوامم 99 حل کنم. نگاه کنید بچه ها، این هم خیلی چیزا بهت میگه، دوباره بی تا سینوس آیکس. حالا نگاه کن به من بچه ها، من میام مبدأ از هر جایی که دوست داری هیچ فرقی نداره، ببینیم چی از توش پیدا میکنیم. نگاه کنید این یه دونه تپه، یه دونه دره، اینجا چی دارم؟ اینجا هم باز یه تپه دارم، یه نصف دره دارم که اگه این یه تیکه رو سوار این کنم میشه دو تا تپه دره. خیلی جالبه ها، نگاه کن یه تیکه این برام، یه بار دیگه دقت کن، یه تیکه این بردارم، این که یه دونه کامل، اینم یه دونه کامل، انقدر کم داره، انقدر کم داره که الان صورتی میکنم، این انقدرش هم اینجاست دیگه، یعنی دو تا دوره تناوب فاصله این دو تا از هم بوده. حالا یکی میگه آقا چرا دوتا گرفتی؟ دوتا هم نگید، فاصله این دوتا هم میتونستی در بری، اصلا ولش کن، ساده تر از اون، این هم این ورش هم نمیخوا. خب من دارم دیگه یه دونه شو دیگه، چرا خودم سختش کنم؟ ولش کن، سختش نکن. بیا عزیزم یه دوره تناوب 6 پی ولش کن، جفتش هم نمیخوا دیگه، یه دره یه تپه 6 پی، 6 پی دوره تناوب. خب 6 پی مساوی 2 پی هر چی قبل از ایکس است، قدر مطلق آ. این دوتا با هم
سه تا قدر مطلق آ میشه یک، یه سوم یا منفی یه سوم. آ میشه یه سوم یا منفی، کدوم؟ مثبت یا منفی؟ باید با چشم بتونی بگی، باید با چشم بتونی بگی. یه دقیقه نگاه کن به من. اولا از مبدأ میام پایین، شک سینوس این خره. بلغاق گفت اگه خره، اینجا رو دقت کن، به جای سینوس منفی یک بذارم برعکسه، برعکسه. خب خر برعکس رفتار میکنه، میگی برو، میزنش میگی برو برمیگرده، خره دیگه. یعنی شما اگه منفی داری میذاری اما ماگز عبارت رو میگیری، پس بی منفی 18. به همین سادگی گزینه دو. خب حالا بی منفی شد، شک خره، آ باید علامتش با بی متفاوت باشه، اگه این منفی این مثبت. خب آ به علاوه بی منفی 18 به علاوه یک سوم، 3 8 تا 24، 3 1 3 54، یه دونه کم میشه منفی 53 سوم. هم کم داریم اینباره تا از این ساده تر واقعا. اصلا نگاه کن کل حل شما اینه، تازه اینا رو هم نمینوشتی خیلی هاشو، ما مینویسیم که شما یاد بگی. با چشم میشه خیلی از سوالاش رو حل کرد و واقعا نیازی به هیچ چیزی نداره به نظر من. بریم قلمشی 95 عمل کنم. بیا بچه ها، یه قوس کامل از اینجا تا اینجاست، نگاه کن ندارم مقدارش، یه لحظه نگاه، یه قوس کامل، یه تپه. من نصف تپه رو دارم یک، پس نصف دوره تناب یک، کلش یه دوره تناب، نصفش رو داده یک، خب نصفش یکه، پس دور تناوب چنده؟ پس 2 مساوی چیه؟ 2π هر چی قبل از x است. پی با پی، 2 با 2، قدر مطلق b1، b یا 1 یا منفی 1. خب b مهم نیست برای من بچه، اون توه. اما شک الان از پایین داره میره بالا، یعنی چیه؟ خره، چون کوسینوس باید میمد پایین. پس یا توش که توش باید بیرونش مثبت، تو منفی، اینجوری باید باشه دیگه، چون خرشه دیگه، یعنی یکیش مثبت یکی منفی. حالا اونم بهش میرسیم. حالا نگاه کن، گفتیم که آقا ماکسیمومش 3، شک خره. بلغاق گفت اگر خره یعنی کوسینوس رو منفی 1 بذاری که میشه 1 منهای آ، باید بیشترین مقدار که 3 بگیری. حالا مینیموم هم میداد همین بودا، یعنی تو 1 میذاشتی مینیموم عبارت رو میگرفتی، خره برعکس 1 میدی، تو ماکس میدی این خره مینه عبارت رو بهت میده، تو منفی 1 میدی مینه این خره ماکس رو میده، چون خره این آدم باشه. خب رفتارش هم این آدم، 1 بدی ماکسیموم عبارت رو میگیری، منفی 1 بدی مینیموم عبارت رو میگیری. خیلی ساده، این میره اون ور، آ میشه منفی 2. خب حالا آ شد منفی 2، شک خره، پس اینم 1 بوده دیگه. بیام الان قشنگ میفهمی مثبت، البته شما فقط آ رو میخواستی، ولی بیرم راحت میتونی بفهمی و هیچ مشکلی روش نخواهی داشت. بله، اما بفهم آقا سراسری 99 گفته شکل زیر نمودار تابع آ تا سینوس به ایکس به علاوه سی است را در یک بازه تناوب نشان میدهد، آ به اوم کدام است؟ بریم همون فاکتورهایی که بلغاق گفت. یه دره داری فاصلهش 9π2، 3π2، ببین 9π2 منها میکرد دیگه، منهای 3π2 یعنی جمع این دوتا، 9 و 3 میشه 12π2 یعنی 6π. این دوره تناوب 9π2 به علاوه 3π2 منها میشه دیگه، میشه 12π2 6π. یعنی چی؟ 2π به هر چی قبل از x است. بفهم، این با این سه تا، این سه میمونه دیگه، سه تا قدر مطلق بی 1، قدر مطلق بی 1/3،
بی یا یه سومه یا منفی یه سومه نمیدانم فعلا. خب حالا آقا شک از مبدا اومده پایین، سینوسه، داد بزن تو خونه، خره یا عین آدمه؟ باری کلا سینوس باید میرفت بالا. آفرین، باری کلا، درسته دخترم، درسته پسرم، سینوس باید میرفت بالا، این اومده پایین، پس شک خره. اگه خره بلغار چی گفت دیگه الان قشنگ میفهمی. بلغار گفت خرا چی کار میکنن؟ اگه تو به جای سینوسش یک بذاری، آی به علاوه سی بهت میده، اون وقت ماکزیموم عبارت رو بهت میده. و اگر تو به جای سینوسش منفی یک ب... چون خره دیگه، شما یک بذاری ببخشی مینیموم عبارت رو میده، خره. بلغار گفت اگه خره تو ماکزیموم که یک رو بذاری مینیموم رو میبری، و اگر مینیموم رو بذاری یعنی به جای منفی یک بذاری که میشه منهای آب علاوه سی، چی رو میبری؟ ماکزیموم، چون خره برعکسه. آقا سوال، اگه این آدم بود چی؟ یک میذاشتی میشد آب علاوه سی یک میگرفتی، منفی یک میذاشتی میشد منهای آب علاوه سی منهای سه میگرفتی. این آدم تو کمترین رو میذاشتی کمترین رو میداد، بیشترین رو میذاشتی بیشترین رو میداد، خره برعکس. آقا یه دستگاه کن، این دوتا با هم میره، دو سی منفی دوه، سی منفی یک. سی رو منفی یک بذارم، آ چنده منهای دوه؟ آ هم منهای دوه. خیلی خوب آقا شک خره، آ منفیه، پس بی مثبت. همه اینا رو باید خیلی عذاب بکشی با روش دیگران بفهمی یا با چش داریم میفهمی. خب بچه ها آبیوم یعنی منفی دو تقسیم بر یه سوم یعنی منهای شیش. این هم یه تستی که میگفتم بسیار دشواره، من نمیگم، خود سازمان سنجش گفته بود این تست دشوار است. هنر یک دانش آموز بلغاک اینه که تستای دشوار رو این آب خوردن حل کنه. من اصلا اینجام که اینجوریشه، پس چجوری تابه میگم فقط با چهار عمل اصلی، مشتق میگم بدون مشتق، حد میگم بدون کاربرد مشتق، میگم بدون مشتق گیری، چجوری من این یارو میگم مقاطع میگم بدون فرمول، احتمال میگم بدون فرمول. تکنیکاتو قوی کن دانش آموز بلغاک، باید رو هوا سوال حل کنه. اینم 99. و یه تست دیگه هم حل کنیم به عنوان تست آخر که دیگه قشنگ جا بیفته، سعی کنیم یه تست دشوار مثلا مثل این گزینه دو که دشوار بوده رو انتخاب کنیم که دیگه تموم شد. خب بچه ها اینجا نگاه کن، بلغاک گفت یه تپه یه دره دوره تناوب، تا اینجا پس یه دوره تناوب، این یه تی، این چیه؟ این چیه؟ خب اینم نسبتیه دیگه، فقط یه تپشه، دره رو نداره، اینم تی دومه. جمع این با این میشه چی؟ سه دومه تی. چقدر داده بود؟ 9. یه بار دیگه نگاه کن، بلغاک گفت یه تپه یه دره یه دوره تناوبه. خب حالا میگه آقا بلغاک گفت یه تپه هم یه دوره تناوبه. بله، وقتی که تپه دره نداری دیگه. ببین اونایی که یه تپه یا یه دره رو میگیری دیگه یه دره است فقط، دیگه بقیهش یه تپه یه دره نداره. اینجا چون تو یه تپه داری یه دره داری، این میشه یه دوره تناوب، اینم میشه نصفش دیگه، سه دومه تی فلان. حالا سه با سه تی میشه شیش، این دوره تناوب. حالا شیش مساویه چیه؟ هر چی دو پی به هر چی قبل از ایکس، بفهم ام پی، پی با پی هم میره. پس شیش تا ان بشه دو، قدر مطلق ان دو شیشم یه سومه، یعنی یا یه سومه یا منفی یه سوم. به خدا اینا رو هم نباید بنویسی تو کنکور، همینجوری میفهمی هستم. یکم تمرین کنیم یه من اینا رو چه شر میکنم هستم با روش خودم. خب این هست. حالا بچه ها شکل رو بریم ببینیم خره یا این آدم، همه فریاد بزنید. میره بالا، چیه؟ آدم. از مبدا رفت بالا، سینوس این آدمه. پس وقتی این آدمه بچه ها، اگر من بهش این آدم این آدم عدد بدم میگم. حالا ما روی این شکل نه ماکس رو داریم نه بی، یه چیز دیگه داریم، گفته تو صفر چهاره از اون بهتر،
یعنی اف صفر چهاره. تو حالت داره یا اف صفر رو بهت میده که میذاری راحت تر در میاد، یا ماکزومینو میده، به جز اینم نداره. صفر که بذاری دو ام میشه چهار، چون سینوسه که صفر بذاری میپره، امت میشه دو. امت که شد دو، شک این آدمه، علامت ان و بیرونش مثبت، توش هم باید مثبت باشه، پس این هم این مثبت قابل قبول. ام ان یعنی چی؟ مرسی، با چشم معلومه دیگه. دیگه بلغاک گفت این آدمه، این دوتا علامتش یکیه، یعنی انه چون بیرونش مثبته پس داخلش هم باید مثبت باشه، یعنی مثبت قابل قبوله دیگه. یکی دیگه هم باز برات حل کنم از قلمچی 95 که یه تست ارزان به خدمتتون دشواری بوده و دیگه هم جا افتاده براتون. ببینید بچه ها، باز هم یه تپه، یه دره، یه دوره تناوبه. اینجا هم یه دره داری که یه دومه دوره تناوبه، یعنی سه دومه دوره تناوبت میشه 9. این دوتا با هم بده دوره تناوب 6. بلغای چی گفت؟ 6 دو پی به هر چی قبل اکس. اما دقت کن بچه ها، اینجا یه پی بیرون داده که باید اول توش ضرب کنی، یعنی باید سادش کنی، مال قسمت های قبل. میشه آ به علاوه کوسینوس منفی پی دوم به علاوه بی پی ایکس. خب یه منفی فاکتور بگیرم که میره میشه پی دوم منهای بی پی ایکس، میشه آ به علاوه سینوس بی پی ایکس. حالا درست شد. حالا دو پی به هر چی قبل ایکسه بی پی، این با این میره، شیشتاش میشه دو، یعنی بی میشه یک سوم یا منفی یک سوم. بریم رو شک ببینیم چیه. شک بچه ها از مبدع اومده پایین، اومده سینوسه خره. وقتی خره بیرونش مثبته توش منفیه، پس این بی. خب آ رو چی کار کنم؟ آ هم که یه اف صفر داده، یک دیگه صفر بذار توش، اف صفر یک، یعنی آ یک. نه آت. خب پس تابع چی بوده؟ بوده یک به علاوه سینوس منفی سوم 29 میخواد، یعنی منفی 29 پی سوم. منفی خاره میاد بیرون، پدرش پی سوم، رادیکال سه دوم. حالا باید ببینیم 29 پی سوم که فرزندشه، اینا رو همه رو گفتم. سه ده تا میشه 30 تا بچه. ده پی کجاست؟ یه دایره بکشیم، این ده پی، این از ده پی 29، این 30ه، ده پی 30 پی سومه، 29 اینجاست. نایه چهارم میبینی سینوس منفیه، پس یه منفی دیگه میده بیرون، این میشه یک به علاوه رادیکال سه دوم. تمام. این هم از مبحث دوره تناوب. هرچی تست تو دنیا هست برو ازش بزن و عرضم به خدمتت که حالا بیشترم روش وقت داشته باشیم، باید بیشتر هم تست بزنیم با توجه وقت امروزمون. عرضم به خدمتتون که یه تست دادیم، برید بهتر کنید، لذت ببرید و استفاده کنید. به سبک بلغاک ریاضی بسیار ساده است، کلا ریاضی ساده است، مهم اینه که کی آموزش بده. درود بر شما، خدا یار نگهدار.